این روزها خبری چه در رسانه‌های داخل ایران و چه در رسانه‌های خارج از ایران دست به دست می‌شود که حکایت از افزایش مهاجرت نیروی کار ایرانی به عراق دارد. تا کنون مقصد مهاجرت نیروی کار ایرانی بیشتر کشورهای اروپایی، سپس کشورهای شرق آسیا و طی سالهای اخیر ترکیه و برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس گزارش می‌گردید. اگرچه اخباری غیر رسمی از مهاجرت نیروی کار ایرانی به عراق طی سالهای اخیر دریافت می‌گردید، اما شاید کمتر به صورت رسمی این خبر از سوی مقام‌های مسئول در ایران تأیید می‌شد. سعید بهاری گزارش می‌دهد. مهاجرت نیروی کار به عراق، درآمد بالای نیروی کار در عراق و پرداخت هزینه اقامت نیروی کار در عراق و از این دست تیترها که این روزها به صورت گسترده‌ای در رسانه‌ها مطرح شده و مقامات رسمی ایرانی هم آنها را تایید و حول محور آنها نکاتی مطرح کردند. مهاجرت ایرانیان به دیگر کشورها به دلایل مختلف صورت می‌گیرد که مشکلات اقتصادی و بیکاری در رأس آن است. صاحبان بسیاری از حرفه‌ها و مشاغل ترجیح دادند برای ادامه زندگی و تأمین آتیه خود به خارج از ایران مهاجرت کنند. از پزشکان، پرستاران و افراد تحصیل کرده گرفته تا صاحبان حرفه‌هایی چون رفوگرها، طراحان و بافندگان فرش دست باف تا مهاجرت لوله‌کش، کابینت ساز، آشپز، برق‌کار و آرایشگر در گستره مهاجرت ایرانیان به دیگر کشورها مشاهده شده است. اما به تازگی جهانبخش سنجابی شیرازی، دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، درباره افزایش میزان مهاجرت به عراق گفته است مهاجرت تجار به عراق کم شیوع است و بیشتر نیروی کار به آنجا مهاجرت می کند. با توجه به نزدیکی‌های زبانی و فرهنگی در غرب و جنوب کشور، جوانان ترجیح می‌دهند به جنوب عراق و اقلیم کردستان و مرکز این کشور مهاجرت کنند. افزایش میزان مهاجرت نیروی کار به عراق در شرایطی اتفاق می‌افتد که مرکز آمار ایران در گزارش اشتغال و بیکاری زمستان 1401 اعلام کرده بود نرخ بیکاری نسبت به فصل مشابه در سال قبل، یعنی زمستان 1400، 0.3% افزایش پیدا کرده است. لازم به ذکر است که نرخ بیکاری در میان افراد با مدرک تحصیلی بالا در ایران 12.8% است که از میزان متوسط بیکاری در این کشور افزون تر است. در مجموع بیش از 1/3 افراد فاقد شغل در ایران افرادی هستند که دارای مدرک تحصیلی بالا هستند. با نگاهی به آمارهای مهاجرت این نکته مشخص می شود که دلیل اصلی مهاجرت ایرانیان به دیگر کشورها یافتن شغل و یا بهبود شرایط اشتغال و یا ارتقاء سطح درآمد و زندگی می باشد. پژوهش‌ها بیانگر آن است که نوسانات قیمت ارز، تورم و شرایط اقتصادی، شیوه حکمرانی و رویکردهای سیاسی و شرایط تحریم ایران از دلایل اصلی بیکاری و تأثیرگذار بر مهاجرت ایرانیان به دیگر کشورها بوده است. در شرایطی که به دلیل عدم ثبات اقتصادی افراد جویای کار مکان مناسبی برای اشتغال فعال و پویا پیدا نمی‌کنند، معاون وزیر کار ایران گفته برای کاستن از نرخ بیکاری جوانان به ویژه جوانان تحصیل کرده چاره ای جز صدور آنان به خارج از کشور وجود ندارد. در همین رابطه فرشاد مؤمنی اقتصاددان و استاد دانشگاه گفته سیاست شوک درمانی سیاستی فقرزا و فلاکتزاست و حکومت باید به هوش بیاید. وی همچنین تأکید کرده در حالی که طی 70 سال برنامه ریزی توسعه ایران در گذشته 10 سال طول می کشید تا جمعیت فقیر این کشور دو برابر شود، اما در دهه 1390 ظرف کمتر از 3 سال اندازه جمعیت فقیر ایران دو برابر شده است. در چنین شرایطی ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران گفته که کشورش حرکت خوبی به سوی رشد تولید و اقتصاد آغاز کرده. از قرار معلوم امیدوار است بادبانهای کشتی بگل نشسته اقتصاد ایران دوباره برافراشته شود. سعید بهاری،
اخبارش چیه؟ غلام حسین جلوانی، کارشناس مسائل اقتصادی از واشنگتن با ما هستند. جناب جلوانی سلام، وقت شما بخیر. سلام و درود دارم. به نظر شما چه عواملی سبب مهاجرت نیروی کار ایرانی به دیگر کشورها از جمله عراق شده؟ بفرمایید. به طور ساده میتوان گفت که اکثر مهاجرت نیروی کار ایرانی به دیگر کشورها برای کسب درآمد و تجربه بیشتر و آشنایی با جاذبه های فرهنگی و اجتماعی دیگر کشورها و از جمله عراق است. به گونه ای که این مهاجران بعضاً شرایط اقتصادی در ایران رو مناسب با وضعشون نمیدونستن و ناراضی بودن و احتیاج به یک مهاجرت داشتن که در مواردی امری طبیعیه و این موضوع در دیگر کشورها هم وجود داره. این موضوع سابقه تاریخی داره و از زمان دورتر هم مهاجرت ایرانیان به کویت، به عراق و بعداً به شاهد این مسئله بعد از انقلاب بودیم که به کره جنوبی و دیگر کشورها همراه خانواده یا به طور مجرد این کار رو انجام میدادن. در مواردی هم بوده که اصولاً از گذشته، سالیان گذشته، سالیان دور که برای عرضه و تبادل کالا، صادرات و واردات کالا مهاجرت هایی هم صورت می گرفت. بعضی وقتا پایگاه این صادرات و واردات در ایران بوده، بعضی وقتا دفاتر در خارج داشتن، در عراق داشتن. برای همین بوده که مهاجرت هایی صورت می گرفت در ایران. بله جناب جلوانی، مهاجرت به دیگر کشورها از جمله عراق را باید تهدید برای نیروی کار ایرانی دانست یا میتواند فرصت باشد؟ در هر دو صورت میتونه اتفاق بیفته، هم میتونه فرصت باشه و هم میتونه تهدید باشه. بستگی داره که این مسئله چه جوری توسط خود شخص، اشخاص و یا گروه ها مدیریت بشه. یه مدیریت سالم اتفاق باید بیفته و استاندارد ها باید مد نظر قرار بگیره، وگرنه میتونه که بی نظمی مشکلات جدیدی رو ایجاد بکنه. و حداقل همینطور که تو گزارش قرار باید اضافه کنم یا در همون راستا بگم که حداقل برای 10 تا سوال مهم باید آمادگی ایجاد بشه که در رابطه با کار و مهاجرت در خارج از کشور باید تخصص ها و مهارت ها شناسایی بشه و در جای مناسب به کار بره. آمادگی فیزیکی و روانی آب و هوا، حقوق، یعنی تاریخی که حقوق این افراد رو میدن باید خیلی مشخص باشه. قراردادهای مربوطه که باید به طور مکتوب و روشن باشه، چون در بعضی کشورها که اینها میرن کار میکنن بعد حقوقشون رو نمیدن یا مسائلی به وجود میاد که اینها از نظر حقوقی زیر سوال میره و میتونه خیلی مشکل باشه. بیمه کار و سلامتی داشته باشن، مرخصی داشته باشن، نیازهای آموزشی و حرفه‌ای و معیشتیشون در نظر گرفته بشه، کارشناسی بشه و چگونگی کار تیمی رو به اینها یاد بدن در خارج به طور خاص. افراد چون که اینها با افراد و گروه هایی روبرو میشن
اینها فرهنگ ها و زبان های زبان دیگری رو دارند یا حتی امکان داره چند زبان دیگر داشته باشند، چون در عراق کسای دیگه هم کار میکنند و در این رابطه باید بتونن این مهارت رو یاد بگیرن، هم بتونن به زبان راحت صحبت بکنن در مورد حرفه و کار، محل کار، اجتماعی که زندگی میکنن، همه اینا باید مد نظر قرار بگیره و هر کشوری هم و هر شهری هم فرهنگ های خاصه بگیره. بعد دیگه چالش هایی که هست دوری از خانواده، باید این قبل از اینکه سفر کنن نسبتش آگاه باشن و راه حل آسان و مناسب در رابطه با اون داشته باشن. بعد جا به جاییشون، اسباب کشیشون متضمن هزینه انرژی میشه، باید محاسبه بشه و با افرادی با تجربه که قبلا این کار رو انجام دادن مشورت بشه. خیلی ممنون، زنده باشید جناب غلام حسین جلوانی. خیلی ممنونم، چون وقتمون کمه من پوزش میطلبم. با تشکر از غلام حسین جلوانی که از واشنگتن با ما همراه بودند.